دموکراسی رو چرا میگن که دموکراسی کفر است؟ باید بفهمیم. یک وقت ما که چند نفر استادای پوهمتون به هندوستان رفتیم، ما را در این جینم احبار و رهبان بازی داده بودن، یا بازی دادن گفتن که دموکراسی اسلامی است. ما احتمالا چی؟ البته هست چیزی دموکراسی یعنی آزادی و انتخابات فلانی فلانی. وقتی کنجا رفتیم رئیس پانتون ما را میمان کرد، گفتن پروفیسوری معاون علمی پانتون یک پروفیسور بود، آمد چیش چینجا بر ما گفت که پروفیسورز استادان شما را سبب رئیس پانتون شما را چی کردم میمان کرده. ما گفتیم اوکی. یکی از استادای ما پوهان صاحب زدران میگفتن ایشان، ای برش گفت، گفت که اکسکیوز می، یک ذره خوب انگلیسی را میفهمید از ما کردم، برش گفت شما در میمانیات را عادت دارین که 3-4 تا میز میمانین، یک میزش برنج و گپاس، یک میز دیگهش گوشت باب، یک میز دیگهش شراب است. در میمانی که میکنی شراب نمانین، ما مسلمان است. یک دفعه حسابش خراب شد، گفت که ای گفت افغانستان نیست، جس ایندیا، ایندیاست، اینجا دموکراسی هست، دموکراسی شراب اجازه میته و ما با دین شما نمیتونیم دین خدا معطل قرار بدیم. ما شراب میاریم چون دموکراسی بر ما شراب چی کرده؟ حلال کرده. باز شما که نمیخورین کار شخصی شونیست، اما شما قانون ما را تغییر داده نمیده. اونجا فهمیده که اون ولی دموکراسی خود دین است. گفتیم خدای از این دین کیست؟ گفت ما بتهای خدا، مجسمه های خدا ایر شخصی ساختیم، دینت شخصیست در خانهت، در بتخانه. خدای دموکراسی انسان است، حکومت انسان، توسط انسان، برای انسان، چه حکومت انسان، حاکمیت انسان. الله متعال در قرآن کریم میگه که فمی یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. اول باید به طاغوت کافر شویم، بعد از او ایمان به الله بیاریم. هر کسی که منکر طاغوت نباشه، دشمن طاغوت نباشه، بیزار از طاغوت نباشه، از طاغوت بد نبره، او ایمان به الله نداره، نداره، نداره. نمازش، روزش، حج، زکات، جهاد، دعوت، اخلاق، هیچ کدام عبادتش نست در الله پذیرفته نمیشه. و دموکراسی خودش طاغوت است. کتاب دیره که خواندیم که یکی از بزرگای دموکراسی، شما گپ هیچ وقت از خرزابتا نگیرین، خرزابت خرابی میکنه، از جنرال بگی. بزرگ دموکراسی میگه که ما دموکراسی را برای این آوردیم تا قانون را از آسمان پایان کنیم، در زمین قانون بسازیم. و ما چیزی به نام قانون آسمانی قبول نداریم. این اصل دموکراسی است. اینالی که مردم افغانستان عادت دارن آنی دموکراسی اسلامی و موسیقی اسلامی و سوسیالیسم اسلامی و کمونیسم اسلامی، دیگه پایست که الله میگه و من اظلم ممن افترى على الله كذبا، و کیس ظالمتر نسبت به کسی که دروغ سر مخلوق نمیگه، دروغ سر کی میگه؟ سر الله. حالی کسانی که در پشت هر چیز چتل نام اسلام زیاد میکنن، موسیقی چی است؟ رقص است، گندگی است، دخترها را رقصاندن است، بچه ها را رقصاندن است، زن و مردها را رقصاندن است، اختلاط است، گناه است. باز پشت نمی کلش میره، باز میگه چی؟ موسیقی اسلامی. خب بگو موسیقی دووسی، موسیقی لندغری، موسیقی بیغیرتی، دیگه چرا اسلام بیچاره را داخل میکنی؟ بگو چتل است، چتل است، خلاص من چتلی را میخورم. این حال کمونستان مشکل شده چی بود؟ اینجا مسجد نماز میخوان، باز وقتی که در شوروی میرفت، باز اونجا پیش مجسمه لیلین چی میکرد؟ یک تعظیم میکرد. باز به عوض شریعت الله، همیل کسایی که دموکرات ها هم هستن، وارم به کتشان پرسان بکنی، کتشان بشینین، برش بگو میگه آمه نماز میخوان، روزه میگیرم،
فلان یه میکنم. اما در پالی ازی میگم چی میکنم؟ میگم من یک کار دیگر هم میکنم در پالی ازی اون چی هست که؟ من اقتصاد کپیتالیستی را قبول دارم، بازار آزاد، اقتصاد اسلامی را مقبول.